دوستانی که در سیاستگذاری مسائل افغانستان در تهران سمت دارن باید با اینها گفتگو کرد. آقا این مسئله دیگه مثل ماجرای مستعان نیست که بعدن بتونید با یک شوخی تموم بشه. اگر یک اتفاقاتی اینجوری میفته و مسئولین ما وارد میشن بعد میفهمن چه اشتباه هولناکی کردن و این به شوخی تبدیل میشه، در ماجرای افغانستان دیگه این شوخی نیست. شما اگر این طالب رو انتخاب کردید، این هزینه هولناکی روی دوش ما میگذاره. شما مخاطر ما رو ببینید، اصلا درگیری و مقاومت رو باور نداره، جنایات طالب رو در افغانستان اصلا باور نداره، نمیتونه بفهمه داره چه اتفاقات فجیعی توی افغانستان میفته، چون اجازه نمیدین بهش از این اطلاعات آگاه بشید. چرا؟ شما که میبینین امریکا، انگلستان، اروپا اومده پشت سر طالب ایستاده، میگه ما از مخالفان طالبان هیچ حمایتی نمیکنیم. چجور شده که شما با امریکا یا در یک جبهه قرار گرفتین؟ شما اومدین همراه شدین با طالب، هدف گذاریتون همینه. ببینید اینجا من نمیگم با اینها ارتباط نگیرید، ارتباط سر جاش، حمایت یه چیز دیگه است. حمایت یه چیز دیگه است، چون شما ممکن ارتباط بگیرید، کشور همسایه است، هم برز لازم هست، روادید میدین، روادید میگیرین، توریست از اونجا میاد، از اینجا میره، تاجر از اونجا میاد، از اینجا تاجر میره، اینا سر جاش. اما اینکه شما حمایت کنین از اینها، جنایتشون رو پنهان بکنید، خیانت اونها رو خدمت نشون بدید، مرزبان شما رو اگه شهید میکنه بگید اشرار بوده، اینو من درک نمیکنم و این چیز خطرناکیه. کی داره این کارو میکنه من نمیفهمم. اما دقت بکنید، این دیگه مستعان نیست که بعد جوک بشه بگن حالا شده. این هزینه سنگینی روی دوش این مملکت میزن. البته من میدونم فردام که این اتفاقات بیفته همین دوستان میان مدعی میشن میگن نه ما خودمون اون موقع میدونستیم این یک سیستم بود، این یک سیاست فریب بود، کسی نمیتونه اونها رو بازخواستی بکنه ازشون.